سلام با همدیگه درس هشتم رو شروع میکنیم اسم درس هشت هست How the sun and the moon were made یعنی چطور خورشید و ماه به وجود اومدن How the sun and the moon were made چطور خورشید و ماه به وجود اومدن سان میشه خورشید مون میشه ماه میگه Do you ever wonder where the moon and the sun came from میگه آیا تا شده متعجب بشید یا فکر بکنید به این قضیه که ما خورشید از کجا اومدن؟ The Inuit people of Alaska have a theory مردم بومی آلاسکا یا در کسایی که تو قطب زندگی میکنم تو آلاسکا have a theory یک تئوری دارن یک تئوری دارن یک نظریه دارن در مورد اینکه چطور ماه خورشید به وجود اومده اونها میگن که They tell a story about a beautiful girl. اونها در مورد یک دختر زیبایی صحبت میکنن. They tell a story about a beautiful girl. در مورد یک دختر زیبایی صحبت میکنن. She was very nice. که اون خیلی nice بود. Nice غیر از معنی زیبایی معنی نجابت و نجیب بودن و دوست داشتنی بودن هم هست. اون خیلی آدم نجیبی بود. Nice. She was very nice. این کانترست این کانترست در تضاد در یعنی برعکس این کانترست در تضاد با اون دختره هر برادر واز مین لیتل بوی برادرش بود مین لیتل بوی مین یعنی جنس یعنی جنس مین لیتل یک بچه بد جنسی بود یا پسر کوچولو بد جنسی بود One day he proposed something. Propose یعنی پیشنهاد دادن. شاید شما پروپوزال رو شنیده باشید. یک چیزی که پیشنهاد میدن. حتی تو بحث ازدواج هم از پروپوز, پروپوز استفاده میکنن. پس one day یک روز اون پروپوز اون پیشنهاد داد یک چیزی رو به خواهرش. We should go to a party. ما میبایست بریم به یک پارتی یا همون مهمونی. He said اون پسر بهش گفت. the girl accepted پسر، اون دختر موافقت کرد accept یعنی موافقت کرد accepted یعنی موافقت کرد first it was necessary for her to prepare در ابتدا اونها necessary نیاز داشتن که چکار بکنه؟ prepare نیاز بودش که اون prepare بشه آماده بشه، اون دختر خانم آماده بشه پس in contrast یعنی در تضاد proposed یعنی پیشنهاد دادن party، مهمانی جشن except پذیرفتن necessary لازم و prepare آماده شدن she arranged her uh, she arranged her hair and put on nice clothes uh, arrange یعنی منظم کردن مرتب کردن یه همچین معنی اون مرتب کرد یا منظم کرد her hair ماش رو مرتب کرد and put on put on یعنی پوشیدن و پوشید nice clothes لباس های زیبایی رو پوشید This required a lot of time این قضیه یعنی آهازه شدن و پوشیدن لباس و مرتب کردن ماش Required نیاز داشت Required نیاز داشت Required نیاز داشت A lot of time مدت زمان خیلی زیادی نیاز داشت But the girl worked hard اما دختره خیلی خوب کار کرد خیلی سخت کار کرد که سریع آماده بشه And soon she had success و اون به زودی She had success یعنی موفقیت رو به دست موفق شد success یعنی موفقیت از موفقیت رو به دست آورد یه منظورش که موفق شد یعنی خیلی زود آماده شد she looked perfect اون خیلی پرفکت به نظر میرسید خیلی عالی به نظر میرسید they attended the party together attend یعنی شرکت کردن حضور پیدا کردن اونا حضور پیدا کردن توی پارتی با هم دیگه the girl was having fun و اون دختر یک اوقات خیلی خوبی رو داشت اونجا Later she walked into the bathroom سپس اون رفت به سمت bathroom رفت به سمت حمام حالا حمام یا محلی که اونها خودشون رو میرفتن آرایش می کردن رفت به سمت bathroom حمام یا حتی ما دستشوی رو هم میتونیم bathroom در نظر بگیریم She arranged arrange بس شد. گفتیم یعنی تنظیم کردن مرتب کردن require نیاز داشتن success موفقیت یا موفق شدن پرفکت عالی اتند حضور پیدا کردن شرکت کردن بعد هم میشه حمام Suddenly ناگهان no the lights were turned off ناگهان no چراغ ها were turned off, یعنی خاموش شد turn off یعنی خاموش شدن turn on یعنی روشن شدن ناگهان چراغ ها خاموش شد someone یک کسی grabbed grab یعنی قاپیدن grab یعنی قاپیدن یه کسی grab قاپید her hair and tore her clothes یه نفر موهاش رو قاپید و تور یعنی پاره کردن گذشته تور یعنی پاره کردن تور پاره کرد لباس اون دختر خانم رو she ran out of the bathroom اون دختره دوید رفت بیرون bathroom رفت بیرون حمام she wanted to know who did this to, to her اون میخواست بدونه که چه کسی این کار رو انجام داده پس این اون شخص این کار رو انجام داد اون پرید بیرون دوید بیرون تا ببینه چه کسی این کار رو انجام داده then she had ان idea سپس اون یه ایدهی به ذهنش اومد یه ایدهی داشت she fixed هر hair again مواش رو دوباره کرد، مرتب کرد this time it was even more beautiful این دفعه ایون حتی زیباتر از دفعه قبل هم شده بود پس turn off یعنی خاموش کردن اینجا من خاموش کرد یا خاموش شد و grab قاپیدن تور گذشته تر پاره کردن run out, run out گذشته run out یعنی بیرون دویدن یا دویدن به سمت بیرون idea ایده fix منظم کردن مرتب کردن even حتی she even balanced beautiful jewels بلنس یعنی بالانس کردن متعادل کردن اون حتی بلنس متعادل کرد یا بالانس کرد beautiful جولز جول از همون روی میاد جواهر آلات جولز یعنی جواهر آلات زیبایی رو روی موهاش چیکار کرد بالانس کرد یا متعادل کرد یعنی توی روی موهاش رو هم جواهر آلات شد Uh, she wanted uh, to encourage the person to grab it again اون میخواستش که انکارج کنه انکارج یعنی تشویق کردن اون میخواست که تشویق بکنه اون پرسن اون شخصی رو که میخواست گراب بکنه یعنی میخواست تشویق بکنه اون شخص اون شخص بیاد گراب بقاپه موهای اون رو دوباره she put black dirt اون قرار داد black dirt black dirt, یعنی خاک سیاه یا هم خاک سیاه معنی کنیم بکنم قشنگ تر در باشه درست یعنی سیاه یعنی کثیف یا خاک بلک یعنی خاک سیاه رو روی موهاش قرار داد به معنی کثیفی هم هست The purpose of this was to catch the person Purpose یعنی قصد نیت یه قصد این قصدش از این کار این بودش که کچ بگیره اون شخص رو کچ یعنی گرفتن پس ما یه پرپوز داشتیم یعنی پیشنهاد دادن یه پرپس داریم اینجا یعنی قصد و نیت پس قصد و نیتش از این کار چی بوده؟ کشت <تصفح> پرسن اون شخص رو بگیره پس <تصفح> بالانس میشه بالانس کردن متعادل کردن جیلز یعنی جواهر آلات انکارج میشه تشویق کردن بلک خاک سیاه پرپس یعنی قصد و نیت و کچ یعنی گرفتن She went to the bathroom again. اون دوباره رفت به bathroom. رفت دوباره به حمام. And it was the same pattern. و دوباره the same pattern. همان الگو اتفاق افتاد. پس اون دوباره رفت به حمام، بعضی خودش رو دوباره مرتب کرد آماده کرد دوباره رفت به حمام و اون الگو دوباره اتفاق افتاد and it was the same pattern same pattern یعنی pattern یعنی الگو same pattern یعنی همون الگو یا همون رفتار The lights went out. The lights went out. Went off. یعنی yani دوباره چراغها خاموش شد. And someone و یک کسی grabbed her hair و یک کسی اومد دوباره موهاش رو قاپید. When he released it وقتی که اون رها کرد موهای اون خانم رو release یعنی رها کردن release رها کرد موهای خانم رو his hand was black دستاش سیاه شده بود. The girl returned to the party خانم دوباره دختر خانم دوباره برگشت به پارتی به اون مهمونی she knew, اون میدونست there was only a single person اونجا فقط یک سینگل person یک شخص تنها هستش که with hand with a black hand که دست های سیاهی داره درسته چون تنها کسی که به موهایون دست داده بود دستش سیاهه و میدونستش که فقط یک نفر دستش سیاهه حالا بخواست اون شخص رو پیدا کنه پس پترن شد الگو someone شد یک کسی ریلیس uh, یعنی رها کردن ریترن یعنی بازگشتن سینگل پرسن یعنی یک شخص تنها و بلک هند یعنی دست سیاه when she saw that person وقتی که اون شخص رو دید خانوم وقتی اون شخص رو دید she was very familiar اون خیلی familiar بود خیلی آشنا بود براش اون شخص it was her brother اون برادرش بود he ran into the woods اون دوید به سمت جنگل وودز یعنی جنگل The girl ran after him دختر به دنبالش دوید They both carried fire so they could see in the dark اونها هر دوشون They both یعنی اونها هر دوشون Carry یعنی هم کردن Carry یعنی هم می کردن Fire آتش رو So بنابراین They could یعنی به خاطر اینکه اونها They could اونها بتونن ببینن توی تاریکی توی تاریکی داشتن می دویدن به خاطر این به خودشون آتش می بردن The smoke went into the air. smoke اینجا به معنی دوده دود اون آتیشه went into the air به سمت آسمون میرفت. air یعنی هوا ولی ما اونجا حالا آسمون معنی میکنیم یا دودشون به هوا میرفت به سمت آسمون میرفت As they ran همونطور که اونها میدویدن as they ran همونطور که اونها میدویدن they grew. grow یعنی رشد کردن. grow یعنی رشد کردن. they grew اونها رشد می‌کردن. دی کم و اونها هیوج شدن حجیم شدن بزر... بزرگ شد پس همونطور که اونها گرو رشد میکردن دی بی کم هیوج اونها می میشدن و بزرگ میشدن پس فامیلیر یعنی آشنا وودز یعنی جنگل کری حمل کردن کود میتونستن سموک دود ایر هوا از دیرن همونطور که اونها میدویدن گرو رشد کردن و هیوج هم یعنی ازیمو و حجیم بگیم بهتره بس گروه هم گفتیم که گذشته گروه یعنی رشد کردن Then they went into space سپس اونا به سمت سپیس رفتن به سمت فضا رفتن When the girls of fire went out وقتی که آتش اون دختر went out خاموش شد She hung in the sky. hung یعنی آویزان شدن. She hung in the sky به آسمون آویزان شد. یعنی توی آسمون آویزان شد. Sky یعنی آسمان. She became the moon. اونها اون خانم تبدیل به مون شد. تبدیل به ماه شد. And her brother became the sun. و برادرش هم تبدیل به خورشید شد. They chase each other forever. اونها دارن تعقیب میکنن همدیگر رو برای همیشه. سپیس یعنی فضا آسمان بگیم فضا بهتر سپیس یعنی آسمان بگیم فضا پس سپیس رو میگیم فضا هیوج هانگ یعنی آویزان شدن سکای یعنی آسمان چیس تغییب کردن و فوره برن برای همیشه پس داستان منظورش این بود که خورشید و ماهی که الان ما تو آسمون داریم میبینیم همین دختر خواهر برادری بودن که این اتفاق براشون رخ داده و توی فضا الان هستن و به خاطر همینه که دارن دنبال همدیگه دیگه میگردن و دنبال همدیگه دیگه میکنن به خاطر همینه خب داستان رو با هم کار کردیم حالا بریم سراغ لیست لغات و سعی میکنیم از روی لیست لغات داستان رو تعریف بکنیم پس داستان میگه که چطور سان خورشید و مون ما پدید اومدن یا به وجود اومدن میگه اینویت پیپل مردم بومی توی آلاسکا که همون آلاسکا است یک تیوری یک نظریه دارن و اونها میگن که یک بیوتیفول یک دختر زیبایی بوده که خیلی هم نایس بوده خیلی هم دوست داشتنی بوده خیلی نجیب بوده این کانترست در تضاد با اون یک برادری داشت که خب بدجنس بود و اینا و اون برادرش یه روز میاد پرپوز پرپوز یعنی پیشنهاد داد بهش پیشنهاد میده که بیا بریم به یک پارتی بریم به یک پارتی یک مهمونی شرکت بکنیم دختر اکسپتد موافقت میکنه که برم اما نسسری نیاز بود که دختره بره خودش رو پریپر آماده بکنه برای اون مهمونی اون میره ارنج مرتب میکنه موهاش رو و این ریکوایر این نیاز داشتش که زمان خ... زم... نیاز به زمان خیلی زیادی داشت ولی بالاخره سکسس موفق میشه این کار رو انجام بده و خیلی پرفکت و خیلی هم عالی میشه اونها اتند شرکت میکنن تو اون مهمونی و وقتی که دختر اوقات خیلی خوبی داشته میره تو بحثروم میره تو یک بحثروم میره تو یک حمام و اونجا خودش رو آرایش بکنه چراغ ترند آف خاموش میشه ناگهان چراغ خاموش میشه و یکی نفر میاد گراب. میقاپه موهای اون رو و تور پاره میکنه لباس های اون رو دختر رن اوت میدوه بیرون که ببینه چه کسی این کار رو انجام داده ولی کسی رو نمیبینه و یک آیدیا یک ایده‌ای به ذهنش میرسه و اون میره دوباره فیکس مرتب میکنه موهای خودش رو و ایون حتی این دفعه بهتر از دفعه قبل میشه اون بالانس بالانس میکنه یا متعادل میکنه یک سری جیوز جوار آلاتی رو و این با این کارش میخواسته این تشویق بکنه اون شخص رو که بیاد این کار رو انجام بده و روی موهاش هم بلک جرت خاک سیاهی رو میریزه و پرپس قصد و نیتش از این حرکت این بوده که چی کچ بگیره اون شخص رو و وقتی وارد همون میشه دوباره سیم پترن همان الگو دوباره اتفاق میفته و سامان یک کسی میاد موهای اون رو میگیره و وقتی ریلیس رها میکنه موهای اون رو دستاش سیاه میشه و اون خانم ریترن برمیگرده به سمت جشن و پارتی و میدونسته که فقط سینگل پرسن یک نفر فقط اینجا وجود داره که دستاش بلک هند های سیاهی داره و اون کسی که موهای این رو قاپیده و وقتی نگاه میکنیم میبینه چقدر فامیلیار چقدر آشناس این شخص و اون برادرش بوده برادرش که اون رو میبینه فرار میکنه به سمت ووز به سمت جنگل اونها چون تاریخ بود کریت هم میکردن با خودشون آتش هم میکردن که کود بتونن ببینن سموک دود این آتیش به سمت ایر به سمت آسمون یا به سمت هوا میرفت از دیران همونطور که اونها میدویدن گروه رشد میکردن و هیوج حجیم می و یعنی بزرگ می و وقتی که آتش دختر خاموش میشه و اونها به سمت اسپیس به سمت آسمون میرفتن وقتی که آتیش آتش دختر خاموش میشه دختر دختر هانگ آویزون میشه توی اسکای توی آسمون و پسر هم و تبدیل به مون تبدیل به ماه میشه و پسر هم تبدیل به سان تبدیل به خورشید میشه و اونها چیس اونها همدیگر رو تعقیب میکنن چیس یعنی تعقیب کردن فوراور بر برای همیشه سعی کردم خیلی سریع داستان رو تعریف کنم شما باید بتونید خیلی سریع داستان رو تعریف کنید و بعد از اینکه چند بار این کار رو انجام دادید تلاش بکنید که اون رو حفظ بشه و از حفظ تعریف کنید کار خیلی سختی نیست حالا که شما به این درس رسیدید باید کم کم مسلط شده باشید به تکنیک آی سی اس و تونسته باشید این کار رو انجام بدید پس این کار این درس رو هم با تکنیک آی سی تمرین بکنید و خودتون رو آماده بکنید تا دایره لغاتون رو بتونید هر روز بیشتر و بیشتر بکنید یعنی هر درسی که ما جلو میریم سی تا لغت جدید رو ما یاد خواهیم گرفت و به دایره لغات خودمون اضافه خواهیم کرد امیدوارم که موفق باشید همیشه توی این مسیر و تلاش بکنید تمرینات هر روزه رو انجام بدید و به اون اهداف و هدفی که دارید حتما برسید براتون آرزوی موفقیت میکنم خدا نگهدار با درس بعدی با من همراه باشید